اینی که ما در عمل ما دو نوع توریست توریسم درمانی داریم یا به اصطلاح مسافرانی که برای درمان به ایران مراجعه میکنن. یکی که همون کلاس توریسم درمانی کلاسیکه که در عمل بیمار از خارج از کشور به ایران میاد. درسته. که این شاید 80 90 سال سابقه داره، قدمت داره توی ایران از کشور حوزه خلیج فارس، کشور اطراف. برای ارزان بودن درمان بیماران به ایران می اومدن. خوبه ببخشید، یعنی این فضا وجود داره که توی ایران داره همچین اتفاق میفته؟ یعنی بله. به نظر شما به عنوان ایرانی اونور این همچین فضایی هست؟ خوبه چجوریه؟ ببینین این منبع درآمدی بسیار بزرگی برای اقتصاد ایران هست و در آینده هم خواهد بود، البته به برنامه ریزی های به مراتب دقیق تر و وسیع تری نیاز داره اگه ما بخوایم تو این زمینه توسعه پیدا کنیم. ولی چیزی که ما دنبال میکنیم توریسم درمانی VIP جدیده. یعنی سابقه نداشته که مشاور صدر اعظم آلمان از بیماران شما بودن، که از بیماران ما هستن، 7 بار بلندشن بیان تهران برای جراحی فک. اصلا این یعنی ما امکاناتی در تهران و در ایران داریم که در جاهای مختلف دنیا وجود نداره. بله، اینو ما تو در عمل در کلینیکمون توی تهران این امکانات رو داریم که این افراد مشهور، سلبریتی ها، وی آی پی ها، سی آی پی ها بیان توی ایران و درمان دریافت کنن. یا مثلا معاون شهردار زوریخ بیمار ماست، یا معاون وزیر امور خارجه حوزه خلیج فارس هم یه سری شیوخ رو ما داریم که به ایران جذب کردیم و اینا صرفا به خاطر اینکه رفتن دنبال کردن و گفتن خب شکیبایی الان کجاست، کجای دنیاست، من آفریقا هم بودم، می اومدن آفریقا، چرا؟ چون می‌خواستن به توسط مختره یه تکنیک بله. خاص درمان بشن. و این خیلی مهمه، چون نه فقط برای ایران ارز میاره، بلکه برای وجهه بین‌المللی کشور، اعتبار بین‌المللی کشورمون هم بسیار حائز اهمیته که اینو واقعا میشه توسعه داد در آینده. آقای دکتر ببینید، همه میدونن که آلمان یکی از کشورهایی که مهد تکنولوژی دنیاست. ببینید الان خب شما سالها اونجا بودید و پیشرفت تکنولوژی اونجا دیدید که تو تمام حوزه‌ها و به خصوص حوزه پزشکی چقدر پیشرفت داشتن و خود آلمان یکی از موفق‌ترین کشورهایی که تو حوزه توریست درمانی داره کار می‌کنه، از نظر دنیا دارن میرن اونجا برای درمان. دقیقاً. ایران و آلمان اگه بخوایم مقایسه کنیم تو حوزه حالا همین بحث دندان پزشکی و بیشتر وقت تخصصی شما چقدر کار کردین و کدوم، حالا من نمی‌خوام بگم که ایران بالاتره و یا این قابلیت داره رشد کنه تو این حوزه، چه تعاملی می‌تونه صورت بگیره؟ ببینین برای توسعه دادن این بخشی یا این برانچ جدید اقتصادی ما واقعا نیاز به یه سری زیرساختایی داریم که البته در این مورد توی برنامه‌های متعدد خیلی بحث میشه، من اینجا نمیخوام تکراری باشم. ولی اگر ما بخوایم مثلا کشوری مثل آلمان رو که کشور مثلا توسعه یافته ای هست، صنعتی تاپ دنیاست، با ایران مقایسه کنیم، یه مقدار این مقایسه چی میگن آنفره، یعنی ناحقه. ما باید خودمون رو مثلا فعلا با ترکیه شاید مقایسه کنیم یا با آلمان الگو قرار بدیم، یا با امارات و یه الگویی مثلا مثل کشور آلمان یا سوئیس برای خودمون قرار بدیم و بیایم روی زیر ساختامون کار کنیم. یه سوال فکر کنم نیمه تمام مون، یعنی یه جواب از طرف دکتر اونو تمامش کنیم. بله، این درباره همین توریست درمانی VIP بود که من خدمتتون گفتم یه سری بیماران که از خارج از کشور میان که بیماران ویژه‌ای هستن. و یه چیزی هم که خیلی مهمه که من اسمشو گذاشتم توریست درمانی VIP داخلی، یه سری خارج میان، یه سری داخلی هن. اینا چه افرادی هستن؟ ما یه سری افراد داریم که شاید تعدادشون زیاد نباشه، شاید مثلا 4-5 هزار نفر بیشتر تو کل ایران نباشن. اینا افرادی هستن که سنتاً درمان دندان پزشکی و به خصوص درمان ایمپلنتشون رو خارج از ایران انجام میدن، توی مطبای بسیار های کلاس اروپایی و آمریکایی، بیشتر توی سوئیس فکر کنم، مثلا سوئیس و آمریکا هم زیاد میرن. چون من این به اصطلاح اطلاعات رو از همکارم توی سوئیس دارم که مثلا هر 6 هفته دو ماه یه بار یکی دو تا بیمار ایرانی داره. این افراد در از سران اقتصاد ایران هستن و شاید سیاستمدارای معروف هستن، پزشکان معروف هستن، و وقتی اینا از اقتصاد ایران دور میشن چون مجبورن این خدمات رو توی خارج از کشور مثلا توی سوئیس یا تو اروپا یا آمریکا بگیرن،
فقط نبودنشون توی ایران و در اصل اجرا نکردن پست روزانه شون صدمه هنگفتی به اقتصاد ایران وارد میکنه. هدف دوم ما اینه که اعتماد این افراد رو جذب کنیم، جلب کنیم و بتونیم اینا رو توی ایران درمان کنیم که حداقل کشور رو در طی یک سال و نیم که دورای درمانی ما هست هی مرتب ترک نکنن. این هدف دوم ما است. خیلی جالب. فقط نکته رو من بگم، ببین ما 5000 نفر ایرانی خیلی پولدار داریم، چون خود سوئیسی‌ها میخوام بگم که مثلا من 5000 بودم دیگه. خود سوئیسی‌ها برای درمان دندان پزشکیشون میرن که میرن ایتالیا و هلند دیگه، یعنی اینقدر گرون اونجا. آقای دکتر یه سوالی برای همه ماها یا همه آدمایی که اینجا هم فکر کنم یا آدمای بیننده‌هامون پیش میاد که آدم وقتی اونور سال‌های زیادی که خارج از کشور، بیشتر دلش برای چی تو ایران تنگ میشه؟ شما دلتون از چی تنگ میشه؟ راستش رو بگم یه مقدار دلم برای زبون فارسی تنگ میشه، دلم برای خانواده‌ام تنگ میشه، دلم برای آفتاب ایران، آب و هوای ایران تنگ میشه. البته نه برای آلودگی تهران، ولی برای اینکه قرمه سبزی غذا چرا غذا بیشتر، ولی دوران دانشجویی چون الان دیگه من خیلی به سلامتیم دقت میکنم، غذایی که ما مصرف میکنیم همیشه دیگه ایرانی نیست، خیلی اینترکانتیننتال شده و دقت میکنیم به محتویاتش، یعنی اونجوری کالریشو میشموری تقریبا، ولی نه خیلی سختگیرانه. آره یعنی تبدیل به وسواس نشده. نه 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 نه. ولی مثلا ماهی زیاد مصرف میکنم، من عاشق ماهی ایرانی ام، ماهی علل خصوص جنوب، چون جنوبی هستم، خوزستانی هستم. آره ماهی های جنوب و ماهی شمالم که خانم منم اصالتشون به شمال برمیگرده، خیلی بیشتر ماهی‌های شمال علاقه دارن، به ماهی شمال من خیلی دوست دارم. خیلی عالیه. آقای دکتر ما خیلی اشاره کردیم که شما جوایز زیادی رو بردین. من دو تا سوال دارم، اینو اگه به من خلاصه بگین ممنون میشم. یکی اینکه جوایز رو یه تعداد خیلی کمش رو به من بگین و اینکه نقش شما در فستیوال جهانی جایزه بزرگ اختراعات ایران چی هستش؟ والا جوایزی که من بودم، اولین جایزه ای که جایزه بین‌المللی که بودم سال 2007 جایزه بهترین جراح لثه آلمان بوده، سال 2010 جایزه اول علمی جراح لثه آلمان رو بودم، سال 2011 جایزه اختراعات پزشکی پروفسور یلدار تو دانشگاه تهران گرفتم، سال 2012 جایزه اختراعات برتر کارل زایس رو توی اتریش گرفتم، سال 2012 پارسال جایزه کنگره دندان پزشکی میکروسکوپی آمریکا رو گرفتم که مثل بمب یه جورایی صدا کرد، خیلی جالب بود، و امسال هم که جایزه مدیریت اقتصاد اروپا رو. درست. و نقشتون هم کوتاه به هم میگین تو جایزه بزرگ چیه؟ تو جایزه بزرگ من عضو هیئت علمی هستم و توی سیاست‌گذاری‌هاشون مشاور به اصطلاح هیئت علمی هستم و امیدواریم که اونجا بتونیم از مخترعین جوان ایرانی حمایت بیشتر بکنیم. ان شاء الله. متشکرم آقای دکتر. خیلی ممنونم. مرسی از دعوت.